تصور میکنم که حالا تصویرشون خواهم دید در به شرایطی من خوشتیکیشون من روی یوتیوب میذارم حضور کنش کنم این ترانه که خونده ایبیجان باز این هم یه شعر و تفسیر داره این هم برای یک بنیاد خیریه بوده برای یک بنیادی مبارزه با سرطان و اینو از من خواستم که یک ترانه برشون بخونم و من از یغما گلرویی خواهش کردم این ترانه رو یه ترانه قشنگی است در رابطه با سرطان و برشون اجرا کردم دیگه به نظر میرسه که وقت این کارا رسیده که من یه خورده بیشتر در این کارها باشم تمام سعیم رو میکنم امیدوارم که بتونم یک تیکه ای از ذره کوچیکی از مشکلاتی که هست بتونم بردارم امیدوارم شما ندارم از این کنم چیزی رو لوگ بدم هیچ مشکلاتم رو نکردم بحث شد که این جان گفت که اگر که منیجر موافقت بکنه چند وقتی استراحت بده و از این حکم نمیده تو آگهی ما دیدیم قضیه جور دیگه شد منیجر معترض به این شد که آقا ایشون یه چیزی میگه که ما خودمون از ایشون فرصت میخوام برای استراحت ایشون میگه بابا چرا نشستیم ولی واقعا حالا اینو باور کنیم یا اون رو باور نه 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 اونو باور کنیم بچین رو باور کنیم راست میگه واقعا من آدم دهن‌لقی نبودم نه اونجا میخواستم لقب رو ببینیم چی حق با کی نه نه حق با فرشید حق با واقعا فرشید خیلی زحمت میکشه همین به خصوص برای من برای من زحمت و برای باقی دوستانی که به اتفاق با هم کار می‌کنند. خیلی خوبه احسانشون بتونن ما تعریفشون بشه. خیلی خیلی فعال خوب و به کارش وارده. کار بلده. بله بله دقیقاً. خب شما کارهای جدیدی هم دست تغییر و تولید دارید که مود و حال هواش با شرایط امروز ایران هم بیشتر چند تا کار دارم گفتم در شروع صحبتمون گفتم که بعد وقت پیدا کنم 3-4 ماه که توی استودیو یکی کاری که خودم خیلی دوست دارم خوندن چند آهنگ از زنده یاد بابک بیات قبل از اینکه ایشون فوت بکنه یه سری کار روی سیدی برای من فرستادن که ای بی جا اینو اینجوری بخون اینجوری بخون میتونی اینجوری بخونی میتونی اینجوری بخونی فرصتی نشد یک گرفتاری های پیش و پا افتاده بود که خوشبختانه تموم شد قرار 3-4 تا 2-3 تا کار از بابک بیات بخونم با ترانه های ایرج جنتی هست من با ایرج یک حال هوای دیگه ای دارم با بابک در واقع میتونم بگم استخوانمندی من با کار کردن با ایرج و بابک از 48 سال پیش 50 سال پیش شروع شد و خیلی خوشحالم که میتونم دوباره بعد از مدت ها با اینکه خود بابک بین ما نیست میتونم کاراش رو اجرا کنم مصنف هنری بسیار موفقی بوده مصنف هست خوشحالم ببی جان جان بی بدا میخوام یه مقداری حالا شنونده همون از حال و روحیه یک هنرمندی رو که علاقه دارم یه چیزهایی رو بدونم بعضی خواننده ها هستن اون کارهای تولیدی آخریشون رو همونطوری تو ماشین زمزمه میکنن میشنون زیر دوش میخونن زمزمه میکنن بعضی هستن که یه دونه رو انتخاب میکنن اون یه دونه رو مرتب میخونه بعضی هستن که اصلا این واقعیت داره دوست ندارم کار خودشون رو گوش بدن اینا هر کدوم یه استثناءاتی هست تو از اون رو کدوم ها هست همین آخری که شما گفت من کار خودم رو عذیت نکنیم خود آدم آخه دلیل داره برای که با محشید که آشنا شدم
با هم ازدواج کردیم، این میخواست همه صدای منو در خانه گوش کنه، خونه گوش کنه و من مخالفت میکردم. میگفتم آخه مثل نقاشی اون که بره کارهای خودشو بزنه توی مثلا روی دیوار هر مثلا لحظه بره نگاش کنه دیگه. بابا من چه کردم؟ ولی واقعا مشهور میگم قبل از اینکه من همسر تو بشم فن تو اصلا دلیلش هم اینه که واقعا وقتی تو استیدیو شما روی آهنگ کار میکنی انقدر با آهنگ شما در میری، وقت میذاری دیگه برای خود آنچنان جالب میسشون گوش کنی. من بعضی از کارامو خب دوست دارم اونها رو گاه بوداری گوش میدم. زمزمه خودت زمزمه واقعا فکر میکنم خیلی ها در واقع باید اینجوری باشن. شاید همه داره خودخواهی آدم بشینی به صدای خودش تو ماشین رو گوش کنه. نمیدونم خیلی جالبه. هنوزم پوست شیر رو خیلی دوست داری؟ هنوزم دوست دارم پوست شیر رو. هنوزم دوست دارم. مورد علاقه شما. بله.